توی این ویدیو میخوام اینکه چطور وارد دانشگاه فرهنگیان شدم رو براتون توضیح بدم. سلام، به یه ویدیوی دیگه با من خوش اومدید. قبل از اینکه ویدیو رو کامل تماشا کنید لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. اول از اینجا شروع کنم که رشته من توی دبیرستان، رشته در واقع تحصیلیم، تجربی بود و خب من خیلی وقت بود که کلاس زبان میرفتم در کنار مدرسم. من دقیقاً زبان رو از کلاس ششم شروع کردم از پایه و تا دقیقاً سال دوازدهم بدون هیچ وقفه ادامه دادم. میشه گفت حدوداً 6-7 سال من آهسته و پیوسته زبان انگلیسی خوندم در کنار مدرسه. و خب سالی که میخواستم کنکور امتحان بدم، هم کنکور تجربی رو شرکت کردم هم کنکور زبان رو که شانس بیشتری داشته باشم. این رو بهتون میگم، حتما غیر از رشته اصلیتون کنکور هنر یا کنکور زبان رو به صورت ذخیره یا یک شانس در نظر بگیرید که اگر خدای نکرده از اون رشته اصلیتون نتونستید انتخاب رشته کنید و رتبه مورد نیاز رو نیاوردید، بتونین از کنکور زبان یا هنر به شرط اینکه علاقه‌شو داشته باشین یک رشته رو انتخاب کنید. و این اتفاق دقیقا برای من افتاد. من واسه تجربی پرستاری میخواستم که خب رتبه‌ای که آوردم، با رتبه‌ای که آوردم نمیتونستم پرستاری بزنم. بنابراین با کنکور زبانم که رتبه نسبتا خیلی خوبی داشتم برای دانشگاه فرهنگیان اقدام کردم. من همیشه پس ذهنم اینو داشتم که بخوام زبان تدریس کنم، چون خیلی به زبان انگلیسی و کلن همه زبانو علاقه دارم. کلن زبان فکر کنم ذاتاً در وجود من هست، به خاطر اینکه غیر از انگلیسی به خیلی از زبان‌های دیگه یک سری زدم، ولی خب هیچ کدومو دیگه جدی نخوندم. شاید بهتر بگم وقت نکردم، شاید خودم جدی پیگیرش نشدم. تنها زبانی که یکم به صورت جدی‌تر دنبال کردم توی سال‌ها زبان کره‌ای بوده که خودخوان می‌خونم الان این روزا. بگذریم. خلاصه که کنکور تجربی که هیچی، رتبه مورد نیاز رو نیاوردم، ولی رتبم توی کنکور زبان 2000 شد. و خب از جایی که به زبان و کلن تدریس خیلی علاقه داشتم و همیشه توی ذهنم بود که یه جایی یه روزی حتما زبان تدریس کنم، خب از خودم بود، رتبم که خوب شده بود، پس گفتم بذار زبان انتخاب کنم. و وقتی که تحقیق کردم در مورد دانشگاه فرهنگیان، گفتم که خب به جای اینکه مثلا یک دانشگاه دولتی معمولی برم، بذار فرهنگیان رو بزنم. و خدا رو شکر که این تصمیم رو گرفتم، به خاطر اینکه واقعا از تصمیمی که گرفتم راضیم. خدا رو شکر، خیلی راضیم. و درصد زبان من توی کنکور زبان عمومیم 97 یا 8 بود فکر میکنم و زبان تخصصیم هم خیلی خوب بود، خوب بالا بود، ولی نمیدونم دقیقا چند بود، یادم نمیاد، حضور ذهن ندارم، ولی میدونم که به اندازه کافی بالا بود. و خب متاسفانه درصدای عربی، ادبیات و دین و زندگی خیلی مطلوب نشد. اگر عمومی های دیگر رو بهتر کار میکردم و خب رتبه بهتری میآوردم، درصد بهتری میزدم، رتبه کنکورم خیلی بهتر میشد. ولی خب همین رتبه 2000 رو هم به مقدار زیادی مدیون زبان انگلیسی هم، وگرنه عمومی های دیگه بدک نبود، میتونست خیلی بهتر باشه. تا جایی که من میدونم الان دروس عمومی از کنکور حذف شدن دیگه، واقعا در جریان اطلاعات آپدیت شده نیستم، ولی خب اگر هم حذف شده باشن روی زبان انگلیسی میتونیم مانور بدیم. اینو بگم، وقتی که شما از کنکور زبان انتخاب رشته میکنید، نه تنها زبان انگلیسی، زبانهای دیگر رو هم میتونید بخونید، آلمانی، روسی، ولی دانشگاه فرهنگیان این زبانها رو نداره. دانشگاه فرهنگیان فقط آموزش زبان عربی و آموزش زبان انگلیسی رو داره، چیزی که در واقع توی مدارس داره تدریس میشه. چند نفر راجع به منابع از من پرسیدن. حقیقتش من سال کنکور از این مؤسسات کلاس های کنکور که اسم نمیبرم ثبت نام کرده بودم و خب واقعا اون همه هزینه کردیم ولی جواب مطلوب رو نگرفتم. میدونی که من تجربی بود رشتم دیگه و کلاس کنکورهای زیست و شیمی و فیزیک میرفتم،
خب در نهایت که از زبان انتخاب رشته کردم، اون کلاس ها همه بیفایده شد متاسفانه. اگر تصمیمم رو زودتر گرفته بودم، شاید این همه هزینه لازم نبود و این همه وقت که برای تست زنی زیست و شیمی و فیزیک و اینا گذاشتم. پس اگر شما تصمیمتون رو زودتر بگیرید، شاید مجبور نباشه این همه وقت و هزینه روی چیزی که نمیخواین کار کنید بذارید. اگر من میدونستم که 100% میخوام زبان کار کنم، خب تمرکزم روی زبان میذاشتم نه روی تجربی، و کلاس کنکورم ثبت نام نمیکردم. و خب بله همین، من تا چند ماه مونده به کنکور تمرکزم روی همون پرستاری بود، ولی 2-3 ماه مونده به کنکور دیدم نه واقعا نمیشه، دیدم نمیتونم. گفتم بذار سویچ کنم روی زبان، کنکور زبان، حداقل از این یه رتبه خیلی خوبی بگیرم. و خب 2-3 ماه آخر مونده به کنکور من فقط تستای عمومی زدم. خب اون موقع سال 98 هنوز عمومی از کنکور حذف نشده بود، ادبیات، عربی، دین و زندگی و خب گهگاهی هم زبان میزدم. کتاب زبانی که من کار میکردم فکر میکنم از دکتر شهاب اناری بود اگر اشتباه نکنم، ولی خب نمیدونم، این منبع من مال 4 سال پیشه، من اینو 4 سال پیش کار میکردم. در مورد منابع من نمیتونم خیلی درست راهنماییتون کنم چون که اطلاعاتی ندارم، بهتره بگم نمیدونم و شما رو باید ارجاع داد به مشاوران کنکور. هستن توی فضای مجازی مشاورانی که بهتون کمک میکنن که چه منابعی رو بخونید، از اونا سوال بپرسید، سرچ کنید ببینید در حال حاضر برای کنکور زبان چه منابعی آپدیت هست و میشه ازش استفاده کرد. خیلی فکر کردم و دیگه موضوع دیگه ای نبود که بخوام براتون توضیح بدم. تقریبا سوالایی که تو کامنت ها ازم پرسیده بودید رو جواب دادم فکر میکنم، ولی اگر بازم سوالی مونده که پاسخ ندادم بهتون، حتما توی کامنت ها بپرسید. دوباره یادآوری میکنم لطفا این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید، چون که برای این محتوا زحمت کشیده شده. اگر هر سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید، در ویدیوهای آینده بهتون پاسخ میدم.